سلام و شبتان بخیر. با بازار امشب از سرور نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. افزایش درآمدهای حکومت از بخش مالیاتی. تیر کال په پرتله زمونږ فیصدی یعنی زیاته ده، او البته په عوایدو کې د مالیاتو فیصدي چې ده د مالیاتو د عواید 40% ده. نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی. شرکت هایی که تازه به فعالیت آغاز آمدن و متشبثین که توانایی به کرایه گرفتن یک ونیو را ندارن ما برشان امکانات فراهم ساختیم. افزایش درآمدهای خالص شرکت برشنا. جناب مون سابق قبلی قرضان هستن که ما روان کردیم، مکتوب رسمی هم به شورای سولا روان کردیم، هم به شورای دیگر. امیدوار هستیم اونا برخش به یا اگر نمی تحساب طلبات دولت این حسابش کنن. مثل مون سابق اول فیلی هم هستن. و پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه به چین. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. سهم درآمدهای حکومت از بخش‌های مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته به علت آوردن اصلاحات در این بخش افزایش یافته است. بر بنیاد آمارها در درآمدهای سال مالی 1396 66 میلیارد افغانی از بخش‌های مالیاتی گردآوری شده است. رئیس عواید وزارت مالیه میگوید مالیات 40% در درآمدهای حکومت است و آنان می‌کوشند تا عملی‌سازی برنامه‌های اصلاحاتی درآمدهای از این بخش را بیشتر سازند. رئیس عواید وزارت مالیه میگوید که به علت آوردن اصلاحات گسترده در بخش‌های مالیاتی، شناسایی منابع تازه درآمدی، انعطاف پذیری مالیات دهندگان برای پرداخت مالیات سبب شده است تا درآمدهای حکومت از بخش مالیات نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه در سال مالی 1396 هجری خورشیدی تنها از بخش مالیاتی 66 میلیارد افغانی از سوی نهاد گردآوری شده است. تیر کال په پرتله زمونږ فیصدی یعنی زیاته ده، او البته په عوایدو کې د مالیاتو فیصدی چې ده د مالیاتو د عواید 40% ده. در این حال کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان میگوید که اگر نظارت جدی از روند گردآوری درآمدهای مالیاتی صورت گیرد و نیز اصلاحات لازم در این بخش به میان آید، درآمدهای حکومت از این بخش به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. در بخش مادن، در بخش ترانسپورت، در بخش زراعت و مالداری، از بخش های مختلف واردات که هست بتانند که از جلو قاچاق هم گرفته شده، یکانه رای امیز که طرف های گم بکره این اصلا بیارند، یک طرف های بلند سبب میشه که سبب قاچاق، سبب اختلاف، سوء استفاده در بنادر های مختلف شود. در سال مالی 1396 هجری خورشیدی هدف برای گردآوری درآمدها 152 میلیارد افغانی تعیین شده بود، اما وزارت مالیه توانست 169 میلیارد افغانی را گردآوری کند که مالیات در آن نقش اساسی داشته است. برای بس بیشتر در این مورد عبدالحبیب زدران رئیس عمومی عواید وزارت مالیه با ما هستند. آقای زدران خوش آمدید. شکر. سهم درآمد مالیاتی نسبت به سالهای گذشته چقدر افزایش یافته؟ اول قسمی که شما گفتن یعنی که جمعوری عوایدی که ما داشتیم سال گذشته که دو هفته پیش به تکمیل به پایان رسید 169.19 میلیارد افغانی جمعوری شده که در آن 66 میلیارد افغانی عواید مالیاتی ما بوده که 40% عواید ما را تشکیل میداد. ای در مقایسه با سال گذشته تقریبا 8% افزایش را نشان میداد. خب علت در چی بوده که این عواید افزایش یافته؟ بیشتر دلیل ازی که عواید ما افزایش یافته در قسمت عواید مالیاتی ما کدام تغییر در رژیم مالیاتی نداشتیم که فیصدی مالیات بلند نرفته در تای دو سال گذشته، مگم به آن هم که عواید ما زیاد شده این تنهایی بودن که یعنی اصلاحات اداری در وزارت مالیه در بخش‌های مختلف عملی شد و همچنان آگاهی برای مردم در قسمت مالیادهی بیشتر شد و در پالوی زو تطبیق قانون بالای مالیات هندگا نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. خب شما از اصلاحات صحبت کردین، چه اصلاحات، چه برنامه‌ای را شما روی دست گرفتین تا تانستین که عواید بیشتر افزایش بدین؟
اولین اجراءات را که ما داشتیم که بسیار جدی بود و مبارزه ما علیه فساد اداری بود که ما با گماشتن افراد و اشخاص مسلکی و شایسته در بخش‌های مختلف وزارت مالیه بالخصوص در ریاست عمومی عواید باعث ازی شد که یعنی ما جلب فساد را تا یک حد بگیریم در بخش‌های مختلف ما. خب حالا بیشتر مردم از این مطمئن نیستن که پول هایی که اینا میپردازن به گونه مالیات اینا به خزانه دولت میریزه و دوباره به دولت دهی استفاده میکنن. اینا زیاد مطمئن نیستن. شما چه اطمینان به مردم داده میتونید که پول هایی که اینا پرداخت میکنن به جیب مافیا و جیب زورمندان و دهی فساد وجود نداره و این به خزانه دولت میریزه؟ ببینید ما فعلا هم در جریان هفته آگاهی دهی مالیات قرار داریم و ما کوشش میکنیم تا این کمپاین خود که آگاهی برای مردم داده شود باید هرچی بیشتر که چی نوع عواید ما جمع‌آوری میکنیم، از چی طریق جمع‌آوری میکنیم و این به کجا ما به مصرف میرسه. البته وزارت مالیه مکلف است، یعنی تبحال ما جوابدهی پاسخگویی خود مطابق ما قوانین با پارلمان کشور با اردو مجلس نمایندگان ولسی جرگه و مشران جرگه همیشه گزارش داده میشه و از طریق دیگر از طریق مطبوعات و از رسانه های مختلف ما معلومات خود به مردم شریک ساختیم که در کجا مصرف میشه. البته مردم هم یعنی مالیات دهنده های ما کسایی که به ما عواید خود یا مالیات خود میپردازن اونا کاملا حق دارن که درباره این معلومات داشته باشن. خب حالا بیشتر مردم از طولانی بودن و مشکلات بسیار زیاد در روند گردآوری مالیات یا مالیه دهی اینا شکایت دارن. این چالش ها و این مشکلات شما چقدر میپذیرین که وجود داره؟ کاملا یعنی ده مشکلات یا ده ستونز و شتون در لوده و اوز هم تر یو حد پوری لری کاغذ پرانی یا ده سیستم نشتون ده ده باعث گرزیده چه مالیه ورکون که تا به دیر ستونز و دیمونگ پیدارو که مگم خوشبختانه په تیر کال که حتی مونږ ډیر داسې اصلاحات راوستل چې الکترونیکی خدمات معرفي کړو. اوس مالیه ورکوونکي ډیر کولی شي چې د انټرنیټ د لارې خپل اظهارنامې ډکې کړي او مونږ ته یې راواستوي. ورسره مونږ خپلې پروسې ساده کړې، پیغ باندې اخته یو کار هم پرې کړی دی. د سیستم تطبیق هم په مرکز هم په ولایتو کې هم ډیر زیات کړی دی او په راتلونکي کال کې مونږ لا زیات پلانونه لرو چې یعنې تطبیق یې کړو تر څو دا پروسه هر څومره ساده او شفافه شي. خب پلانایی که شما یاد کردین کدام پلانه هستن؟ راتلونکي کال ته پلانونه یعنی مونږ غواړو چې په مرکز کابل کې انشاءالله په شنبه په ورځ به مونږ یو تفاهمنامه هم د کابل ښاروالۍ سره په همدې حق امضا کړو. مونږ غواړو چې د کابل په مختلف مراکزو کې مختلف ځایونو کې خدماتي مراکز جوړ کړو مالیه ورکوونکو ته او ورسره خپل الکترونیکی خدمات لا هم زیات کو او ورسره په پروسو باندې مونږ لا هم کار کوو چې تر څو د کاغذ پرانی او نخلاص شو تر څو پروسه هم ډیره زیاته الکترونیکی وي. تقریبا کم از کم لس مراکز خدمات په کابل کې مختلف ساحو کې جوړ شي تر څو چې مالیه ورکوونکي وکولی شي چې د خپل دفتر د خپل کور یا خپل دوکان سره نږدې خپل مالیات پرداخت کړي. چقدر مردم در وخت معینی که شما تعیین کردین اینا مالیه میپردازن؟ این سایه همیشه در حال تغییر است. البته ما همیشه یک فیصدی می داشته باشیم که یعنی مقایسه می شود به سالهای گذشته که چند فیصد اطاعت پذیری مردم به قوانین به امو زمان معین که تعیین شده برای پرداخت مالیات که یعنی چقدر فیصد پیشرفت شده به می. البته که امسال سال 96 که به دو هفته پیش به پایان رسید ما یک فیصدی در قسمت اعتماد پذیری خوبتر در مقایسه با سال گذشته داشتیم. خب بیشتر کسایی که مالیه میتن اینا به این فکر هستن که اینا مالیه میتن در مقابلش هیچ امکانات و سهولت برشون فراهم نمیشه. شما یک کم توضیح بتن به مردم که همین لحظه برنامه رو میبینن مالیه که اینا میپردازن در مقابلش در مقابل این مالیه چه خدمات صورت میگیره و با پول این مالیه چه ها میشه؟ اول خو وګورئ زموږ د مالیاتو فیصدي د نورو هیوادونو په مقایسه دومره لوړه نه ده، یعنی څومره چې لوړه ده هماغه راټولیږي او په ملي بودیجه کې مصرفیږي. مالیات چې راټولوو په هغه باندې ملي بودیجه تمویلیږي او د ملي بودیجه څخه انکشافي پروژې، مکتبونه د استادانو او د ملي اردو د پولیسو ماشونه او د خدمات ملکي مامورین و ماشونه د دینه تمویلیږي. البته اوس هم مونږ کسر لرو په خپل بودیجه کې، یعنی په دې کال کې مونږ ټاکلی ده چې اوه څلوېښت نه زیاته
خپل بودیجه تر خپل داخلي عوایدونه پرداخت کو ترڅو چې مونږه عواید زیاتېږي تر څومره چې خلک مالیات پرداخت کوي همدومره به انشاءالله خدماتو کې بهتری راځي او په پرمختګ کې به هم د وطن په ودانۍ کې به هم پرمختګ کوي. حالا روند نظارتي شما بر گردآوری مسئول مالیات چی است؟ شما چگونه نظارت میکنین بر روند؟ نظارت خو وګورئ مونږ مختلف پروسه لرو چې هر بخش هم یو خدای چې مونږ خپل تفتیش داخلي لرو چې دوی تفتیش کیږي هر ځای کې چې عواید را ټولیږي هغه ټول ادارې مونږ تفتیش کیږي. برسیره د افغانستان د مالیاتو سیستم پر اظهار خودی باندې ولاړ دی، یعنی مالیه ورکوونکي خپل مالیات خپله سنجش کوي مونږ ته راکوي، نو د عوایدو د تلف چې ونه ګرځي او چې د مخنیوی وشي د عوایدو د ضایع کیدلو مخنیوی چې وشي نو مونږ هغه شرکتونه چې خطر یې زموږ سره په سیستم کې زیات وي هغه مونږ بیا ورځو بررسي کوو چې آیا دوی څه اظهار کړی دی هغه درست دی که درست نه دی. خب خواست شما بخاطر بر مردم هم بخاطر پیروی از قوانین مالیات چه است و اگر میتونید که بگین درباره می روند پرداخت مالیات کوتاه برشون معلومات بدید. خواستم از مردم میسته که فرار از مالیات جرم است مطابق قوانین افغانستان. مالیات باید مردم افغانستان بپردازند تا که ما بتانیم سر پای خود استواد شویم. کشور ما باید سر پای خود استواد شود و چون ما در امی جریان هفته کمپاین مالیادهی قرار داریم، پیام ما آخر میسته که مالیه ما، کشور ما و آینده ما. تشکر از حضورتان در برنامه آقای زدران. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. پنجاه کیلوگرم آرد 1150 افغانی، یک لیتر روغن 80 افغانی، یک کیلوگرم شکر 40 افغانی، یک کیلوگرم برنج سله اول 100 افغانی، و یک کیلوگرم چای 280 افغانی. تا چند لحظه دیگر. افزایش درآمدهای خالص شرکت برشنا. شرکت برشنا اکنون ماهانه 100 میلیون افغانی درآمد خالص دارد. چندین ماه بدین سو اداره انکشاف زون پایتخت کارهای پاکسازی دریای کابل را آغاز نموده است. هرچند شایعات گوناگونی در پی آغاز کار پاکسازی این دریا در میان مردم پخش شدند، اما وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که پاکسازی دریا بخشی از برنامه‌های گسترده این اداره است که از سوی سکتور شهری ریاست وزارت شهرسازی و مسکن برانداخته شده است. جزئیات بیشتر این برنامه را در گفتگو با سخنگوی این وزارت ببینید. در رابطه به دریای کابل یک پلان عمومی وجود داره که تمام سکتور شهری در او هم نظر هستند. در رأس کمیته وزارت شهرسازی و مسکن هست و در کنار از شهرداری کابل، اداره زون پایتخت، یون هبیتات و بعض نهادهای دیگه هم دخیل هستند. ولی بحثی که سر دریا پوشانیده میشه و بازارچه ساخته میشه کاملا یک شایعه است و قرار نیست که اوتر یک اتفاق بیفته. فقط پلان طوری هست که دریا پاکسازی میشه و مقطع دریا کوچکتر شده میره، یک کم کوچک میشه و آب جاری میشه دو و در مو کرانه دریا که کوچک میشه دو قسمت نظر به ساحات مختلف امکانات مختلف فراهم میشه. مثلا در جاهایی که ساحات تاریخی هست مثل مسیر شاهد و شمشیره به طرف پل محمود خان، ساختمان هایی که هستن اینا کاملا حفظ میشن و ایکرانه دریا که کوچک میشه در اینجا ساحات بسیار عادی مثل سایه بایسکل رانی و بعض چیزهای خدمات عام المنفعه ساخته میشه. در بعض نقاط دیگه فقط یک ساحات اجتماعی ساخته میشه که مثل یک پارک، همونطور پارک عادی که اگر افراد پیاده رو گاهی وقت میشینن چوکی مانده میشه و بعضی رقم چیزا. و در ساحاتی که
در مرکز شهر هستن و ساعاتی که پتانسیل تجاری دارن، در اونجا در اطراف دریا بلند منزل، ساحه بلند منزل مانده میشه، بلند منزل های تجاری و اینا ساخته میشه، ولی قرار بر این که سر دریا پوشانیده شه و در سر دریا چیزی ساخته شه کاملا یک شایعه است و از لحاظ شهرسازی هم اصلا از لحاظ قوانین شهرسازی امکان پذیر نیست. فقط دریا کوچک ساخته میشه و در اطرافی که کوچک ساخته شده نظر به ساحه مختلف امکانات مختلف ساخته میشه. فقط این تمام مورد گفتین بازم یک طرح هست و یک قسمت از این تصویب شده که او پاکسازی دریا هست که عملا مشاهده میکنیم اداره زون پایتخت پاکسازی دریا را بر عهده گرفته و این بخش کوچک ساختن مقطع دریا و اعمار ساحات تجاری و ساحات عامه ای در حد یک پلان هست و تا هنوز هم تایید نهایی را نگرفته، چون یک بحث دیگه هم وجود داره که بحث گرین زون ساختن بعض نقاط مثل وزیر اکبر خان و شیرپور و اینجا هست. در صورتی که طرح گرین زون ساختن شیرپور و وزیر اکبر خان اینا اگر تایید شوه باز ما باید تغییر در این پلان بیاریم. در صورتی که این طرح تایید شوه باز این پلان عملی میکنیم. بنابراین تا هنوز نه پلان گرینزون سازی این ساحات تایید شده و نه این پلان بر اطراف دریای کابل. هر زمانی که هر یک از این طرحها تایید شوه ما بدون شک به راحتی میتونیم که یک از این طرحها را عملی بکنیم. خب نه خیر، یک قسمت از طرح عملی شده که مو پاکسازی دریا هست و بعد از او کوچک سازی مقطع دریا هم یکی از طرحهایی است که تایید شده. پس از پاکسازی کوچک سازی مقطع دریا آغاز میشه کارش و این مشکل نیست، ولی بحث ادامه اطراف دریا که ما به اوسای تجاری بسازیم و سایه عمل منفعه و اینا، در صورتی که طرح گرینزون سازی تایید شود باز باید یک سری تغییرات وارد شد. نه خیر، تا هنوز چون پاکسازی جریان داره، به معنی که پاکسازی خلاص شود باز کوچک سازی اطراف دریا هم آغاز میشه. شرکت برشنا میگوید که از 6 ماه بدین سو این شرکت از خطر سقوط مالی که با آن روبرو بود بیرون آمده و اکنون ماهانه 100 میلیون افغانی درآمد خالص دارد. رئیس این شرکت میگوید که هنوز هم بدهکاران این شرکت میلیاردها افغانی بدهیهایشان را نپرداختند و معاون نخست رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صلح شامل این بدهکاران هستند و این می‌افزاید که مخالفان مسلح افزون بر گردآوری پول‌های صرفی برق در بخش‌های از 5 ولایت کشور در تغییر و تبدیل کارمندان این شرکت نیز مداخله می‌کنند. رئیس شرکت برشنا اینجا در مراسم امضای 5 پروژه خریداری تجهیزات میگوید در این یک سال ضایعات برق با 7% کاهش به 33% رسیده است و در 6 ماه پس این از 10.6 میلیارد بدهی‌های این شرکت 2.5 میلیارد آن گردآوری شده است. جناب اون صاحب قبلی قرضدار هستند که ما روان کردیم، مکتوب رسمی هم به شورای صلح روان کردیم هم به شورای که امیدوار هستیم که اونا برقش به یا اگر نمیتر حساب طلبات دولت گفتیم که حسابش کنن، مثل ما اون صاحب اول فیلی هم هستن که ما دفتر کریم خلیلی میگوید که بدهی های دوره معاونت ریاست جمهوری و مربوط به دولت است و باید اداره امور آن را بپردازد، اما دیدگاه دفتر آقای دوستم را گرفته نتوانستیم. رئیس شرکت برشنا میگوید در راستای مبارزه با فساد استخدام های سلیقه‌ای در شرکت برشنا پایان یافتند و 35 تن از رئیسان و آمران این شرکت به علت کمکاری و فساد تبدیل شدند. تشکر. من یک نفر نسال میتونم مامور تحویلدار از یک بخش های ما بود. 45 یا 50 هزار ماش رسه. دو خانه در کابل داره، 3 خانه در بغلان داره، محترم دارن. این خیس کجا باشه یه پیسه؟ همین شکایت به ما آمد، مهاجر از پسر تبدیل کردیم. مگر با تبدیل از اینمی بیش از یک ماه ما زیر فشار این بودم که تبدیل شوی پس باشه. حتی از مخالفین دولت به من مسیج آمدن که مسیجایش هست اگه نفر پس شما نگرین دیجا ما امکان داره که پای برق تانه بزنیم. یعنی شرکت برشنا میگوید که در ماهای پس این برق 24 ساعته 450 مشترک این شرکت که در میان آنها مقام های بلند پای دولت نیز هستند قطع شدند. هیچ ماموری ما، هیچ سرگروپ ما نمیتونه بدون اون مجدولی که در سایت است و برق کسی را یا چالان و یا پرچه بکنه. از سوی هم رئیس شرکت برشنا در پیوند با قطع برق ترکمنستان میگوید که این برق تا پایان مذاکرات برای یک ماه دیگر تمدید شده است، اما میافزاید تا زمانی که افغانستان برای تامین برق خودش وابسته به کشورهای همسایه باشد این احتمال وجود دارد که به علتهای گوناگون کشور با قطع برق روبرو شود.
وزارت شهرسازی و مسکن پوشانیده شدن بخشهایی از دریای کابل و ساخت بازارچه ها را روی آن رد می کند. سخنگوی این وزارت می گوید که برنامه واحدی به ارتباط دریای کابل از سوی نهادهای دخیل در بخش شهری وجود دارد و بر بنیاد آن پس از پاککاری دریای کابل پهنای دریا کوچکتر خواهد شد و هدف از این کار را ساخت تأسیسات گوناگون اجتماعی از جمله پارک ها و مسیرهای مشخص برای بایسکل رانی می گوید. از سوی هم شماری از باشندگان پایتخت نیز با تغییر نمای باستانی شهر کابل مخالف هستند. برنامه ها و طرح‌های برای تغییر و بهبود وضع دریای کابل و ساخت تأسیسات گوناگون در کرانه های آن از سوی نهادهای چون وزارت شهرسازی و مسکن، اداره انکشاف زون پایتخت، شهرداری کابل و اداره اسکان سازمان ملل روی دست گرفته شدند. سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که بر بنیاد این برنامه ها بخش های باستانی و فرهنگی حفظ خوان شد و در بخش های دیگر بر بنیاد نیازمندی ها تأسیسات گوناگون ساخته خوان شد. و در مو کرانه دریا که کوچک میشه دو قسمت نظر به ساحات مختلف امکانات مختلف فراهم میشه. مثلا در جاهایی که ساحات تاریخی هست مثل مسیر شاید و شمشیره به طرف پل محمود خان، این ساختمان هایی که هستن اینا کاملا حفظ میشن و ای کرانه دریا که کوچک میشه در اینجا ساحات بسیار عادی مثل سایه بایسکل رانی و بعض چیزهای خدمات عام المنفعه ساخته میشه. در همین حال شمار از باشندگان پایتخت با تاکید بر حفظ ساحات باستانی و کاهش ازدحام در شهر میگویند که همزمان با اینها باید جاهایی برای کاروبار دستفروشان نیز مشخص شوند. بر بازاریابی هم شهری هم یک جا دیگر تعیین کنن و در شهر کابی دریای کابل که است و این مناطق همی پل باغمی مناطق که است یک آثار باستانی یک آثار سابقی ماست. سر جاده ها را هم دستفروش ها بند انداختن، اگر یک مکانی که مثل شما یاد کردین جورشان برای فعلا خیلی یک کاری مناسب به نظر میرسن، چون اکثر مردم ما خودتان در جریان هستیم که فابریکه در وجود نداره در کشور و اکثر دستفروش میکنن. بر بنیاد اطلاعات وزارت شهرسازی و مسکن از میان طرح‌ها و برنامه‌های گوناگون برای دریای کابل، پاکسازی و کوچکتر ساختن پهنای این دریا تایید شده است و کارهای عملی آنها نیز آغاز شدند. اما طرح مشخص نمودن بخش‌های گوناگون در مسیر این دریا برای ساخت بلندمنزل‌ها و دیگر تأسیسات هنوز تایید نشده است. رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد می‌کند که در برابر باز شدن بازارهای چین بر روی شرکت‌های فرانسوی، چین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایش را در فرانسه افزایش دهد. او هشدار می‌دهد که نبود توازن بازرگانی میان دو کشور به پایان یافتن روند صادرات و واردات خواهد انجامید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک دیدار 3 روزه در چین به سر می‌برد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دومین روز دیدارش از چین در مراسم گشایش یک کارخانه حضور یافت و برای بازرگانان چینی و فرانسوی سخنرانی کرد. او میگوید که بازرگانی میان چین و فرانسه متوازن نیست. با این حال مکرون تاکید می‌ورزد که با 50 بازرگان فرانسوی به چین سفر کرده است تا بکوشد که کسر بیلانس بازرگانی میان دو کشور که 3 میلیارد یورو است کاهش یابد. واردات فرانسه از چین 45 میلیارد است در حالی که صادراتش به این کشور 15 میلیارد است. ما به بازارهای دسترسی داریم که متوازن و رضایت بخش نیستند. اگر مسئولیت پذیر نباشیم نخستین واکنش ما این خواهد بود که صادرات و واردات را پایان دهیم. رئیس جمهور فرانسه تاکید می‌ورزد که هر دو کشور باید درهایشان را برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران یکدیگر باز کنند تا زیان نبینند. بیایید که با یک راهکار مثبت به پیش برویم که شرکت‌های ما آزادی‌های بیشتری داشته باشند. شرکت‌های میانه و بزرگ باید بتوانند در چین کار کنند و سرمایه‌گذاری در فرانسه نیز افزایش یابد. در این مراسم یک شرکت مهندسی فرانسوی با یک شرکت بزرگ چینی که در زمینه خریداری آنلاین فعالیت می‌کند یک پیمان امضا کرد. بر بنیاد این پیمان شرکت DJ.com می‌تواند در فرانسه یک نمایندگی ایجاد کند تا بتواند مواد خوراکی و برخی از ابزارهای ساخت فرانسه را به گونه آنلاین بفروشد. این شرکت چینی توافق کرده است که تا 2 سال دیگر به ارزش 2 میلیارد یورو تولید فرانسوی را بفروشد. کمیته نظارت شورای ولایتی هرات 5 موتر نفتکش را به اتهام نپرداختن پول محصول گمرک متوقف نمود. رئیس این شورا میگوید که یک شرکت واردکننده نفت 5
نفتکش را به بهانه انتقال به نظام خارجی در کشور به هیچ پرداخت مسئول وارد کشور کرده است، اما این مواد نفتی را در بازار سیاه به فروش رسانده است. در همین حال معاون والی هرات میگوید که هیئت ویژه‌ای برای بررسی این اتهام گماشته شده است. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، یک لیتر پترول 45 افغانی. و یک لیتر دیزل 46 افغانی. تا لحظات دیگر. نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی. شرکت خدماتی و مشوردهی اسارت در سال 2017 از سوی شماری از جوانان ایجاد شد. با ادامه بازار دوباره خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. افزایش درآمدهای حکومت از بخش مالیاتی. تیر کال په پرتله زمونږ فیصدی یعنی زیاته ده، او البته په عوایدو کې د مالیاتو فیصدی چې ده د مالیاتو د عواید 40 سلنه ده. نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی. شرکت هایی که تازه به فعالیت آغاز نمودن و متشبثینی که توانایی به کرایه گرفتن یک ونیو را ندارن، ما برشان امکانات فراهم ساختیم. افزایش درآمدهای خالص شرکت برشنا. جناب اون صاحب قبلی قرضدار هستند که ما روان کردیم، مکتوب رسمی هم به شورای سلا روان کردیم، هم به شورای که امیدوار هستیم اونا برخش به یا اگر نمیتر حساب طلبات دولت گفتیم حسابش کنن. مثل ما اون صاحب اول فیلی هم هستن. با پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه و چین. ادامه خبرها. شماری از جوانان تلاش دارند با آوردن نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی درآمد مناسبی از این بخش به دست آورند. شرکت خدماتی و مشوردهی اساره یک سال پیش با هدف ارائه خدمات بازرگانی و مشوردهی برای بازرگانان کوچک و میانه طرح و دیزاین برنامه‌ها و ساخت مبل و فرنیچر از سوی شماری از جوانان ایجاد شد و توانسته است رشد خوبی نیز داشته باشد. شرکت خدماتی و مشوردهی اساره میگوید که آنان برای کسانی که به تازگی به کاربار کوچک و متوسط رومی آورند در کنار ارائه زمینه های خدمات اداری، آموزش های بازرگانی را نیز برایشان فراهم می سازد. شرکت خدماتی و مشوردهی اساره در سال 2017 میلادی از سوی شماری از جوانان به هدف حمایت و مشوردهی به بازرگانانی که به تازگی به فعالیت آغاز میکنند ایجاد شد. شیوه کار شرکت اساره به گونه ای است که به بازرگانان کوچک و میانه خدمات اداری که دفترهای کار را نیز در بر میگیرد فراهم میسازد و نیز آموزش های فنی و مسلکی را برای پیشبرد کاربارهای بازرگانان از سوی این شرکت ارائه می شود. مسئولان شرکت اساره می گویند که این شرکت در نظر دارد برای 420 تن از جوانان که به تازگی می خواهند به کاربارهای کوچک و میانه روی بیاورند، زمینه های آموزش را برای آغاز کاربارهایشان فراهم سازد. شرکت هایی که تازه به فعالیت آغاز نمودن و متشبثینی که توانایی به کرایه گرفتن یک ونیو را ندارن، ما برشان امکانات فراهم ساختیم از قبیل انترنت، فرنیچر، ونیو یعنی سایه کاری برشان فراهم ساختیم که بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه بدن.
شرکت اساره در کنار ارائه خدمات بازرگانی در بخش طرح برنامه ها نیز به بازرگانان کمک می کند. مرتضی ادریس یکی از کسانی است که برای طرح مجله بازرگانیش به اینجا آمده است. می گوید پیش از این به 15 شرکت برای طرح و دیزاین مجله‌اش رجوع کرده است، اما موارد قناعتش فراهم نشده است و اما این شرکت که بیشتر اندیشه های تازه دارد بر بنیاد خواسته هایش مجله بازرگانیش را طرح و دیزاین کرده است. شاید در افغانستان خوبه ابتکار باشه، اما به شکل مسلکیش هنوز ترویج نیافته و چیزی که ما واقعا پیدا کردم در جایی بود که به شکل مسلکی کار میکنن و همچنان نظرات ما اکثرا گرفته میشه. عباد غفاری 6 ماست که در این شرکت کار میکند و از اینکه زمینه های کار برایش فراهم شده است خرسند است و بر حمایت از جوانان تاکید دارد. قبل از این در جای دیگه هم کار کردیم، اما همچنان جایی چه فراهم نبوده. از چند لحاظ فراهم نبوده، هم به کسایی که کار میخوان بکنن و هم به کسایی که میخوان خدمات بگیرن. بگه وقتی که من اینجا آمدم یک فضا را یافتم که کاملا صمیمانه و دوستانه و هیچ وقت اسیره نکردم که ما یک کارمند بودیم و یا ما یک مدیر یا یک رئیس داشتیم. شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره میگوید در نظر دارند که برای افزایش کاربرهای کوچک و میانه از سوی جوانان بیشتر کار کنند تا جوانان را تشویق کنند و تجارت ها روی بیاورند، زیرا جوانان برای پیشرفت در این بخش طرح‌ها و اندیشه های تازه دارند. برای بحث بیشتر در این مورد سید تمیم جوادی مدیر عملیاتی خدمات مشورتی اساره با ما هستند. آقای جوادی خوش آمدید. در آغاز در مورد شرکت بر ما بیشتر توضیح بدید. تشکر بسیار زیاد. در باره شرکت اساره بر شما میخوایم معلومات بدم. شرکت اساره در سال 2017 به فعالیت آغاز نمود که در بخش های مختلف فعالیت داریم. ما بخش ارتقای ظرفیت است، حمایت از تجاری است، کمیونیکیشن است. ما در این بخش ها فعالیت داریم که دو شاخه های مهمی که ما در اساره داریم، یکی ده هب میباشه که فضای کاری مشترک با متشبسین، استارتاپ ها و شرکت هایی که تازه به فعالیت آغاز می نماید، برشان امکانات از قبیل فرنیچر، انترنت، برق، رفرشمنت برشان فراهم می سازیم تا بتوانند بزنس و یا تجارت خود را گسترده بسازند. خب این خدمات در مقابل چی برای اینو عرضه می کنیم؟ ما عضویت داریم. کسی که بخواهند همراه ما بیان جوین کنند یک لیمیت برشان دادیم که عضویت می پردازند، بعدا همراه ما میان همکار می شن. ما برسون امکانات که قبلا گفتم با شما فرام میسازیم. چقدر نفر عضو دارین؟ در یک سال که شما ایجاد کردین چقدر نفر آمدن و علاقمندی نشان دادن؟ تقریبا 30 شرکت همراه ما قبلا کار کردن که تونستن از طریق خدمات که ما برسون فرام نبودیم راضی بودن و تونستن بزنس خود گسترش پیدا کنن. خب در گزارش شما آمده بود که شما درآمد مناسب از این بخش به دست آوردید. درآمد درآمدتون بر ما بگوین که چقدر درآمد دارین؟ در سال اول 2017 ما تقریبا تارگت که ما قبلا ما براش بازیت کرده بودیم که 22000 دلار به ما عاید بکنه، ولی از تارگت ما بالا رفت، یعنی ما در پروفیت بودیم. جای افتخار است به ما و نظر به همین تارگت که ما داشتیم و پیدا کردیم. توقع در بازار زیاد شد، متشبسین شایق بایی شدن که بین امرای ما کار کنن. ما بخش دوم دهبه یا فضای کاری مشترک را لانچ کردیم در کارتسی می باشم. نظر به تقاضای متشبسین ما تانستیم که بخش دوم را لانچ کنیم. خب در مورد نوآوری بگوین، گفتن که شما با نوآوری خدمات را می کنید، چه نوآوری؟ بله، خدماتی که قبلا در افغانستان انجام نشده نبوده، ما او نواری را کردیم و آوردیم در افغانستان تا بتوانند متشبسین مثلا این نواری چه است؟ همین خود کورکینگ سپیس در افغانستان قبلا نبوده، یا فضای کاری مشترک به کسایی که نمیتوانند خودشان جای مناسب به کرایه بگیرند و بتوانند از خرج مصارف فرنیچر و بل برق اینو براین ما برشون فراهم میسازیم. تمام این خودش یک نوآوری است دیگه. اینترنت بسیار بالا ما برشون فراهم میسازیم که بتونن دستری وقت تمام کارهای خود بدون کدام مشکل انجام بدن. خب در مورد بر ما در مورد مراجعین بگوین، چقدر مراجعین روزانه میاین و به خاطر عضویت امرای شما صحبت میکنن و اونجا مراجعه میکنن؟ قبلا هم گفتم به خاطر که تقاضای متشبسین بسیار زیاد شده بود ما توانستیم برانچ دیگه ما رو لانچ کنیم.
روزانه 3 کلاینت 4 کلاینت می بختار از اینکه عضویت دهابا بگیرم بختار که امکانات که ما فراهم میکنیم بسیار عالی است از نو کمی کاستی نداریم روزانه سه خب در کنار اینکه شما امکانات فراهم میسازین خدمات مشاورتی شما چگونه است برای کسی که تازه میخواد کاربار شروع کنه و هیچ چیز کاربار نمیدونه شما چگونه برای اونها مشوره میدین ما ترنینگ های مشخص به کسایی که نو میخواین تجارت خود پیش ببرن داریم در بخش منیجینگ است ارتقای ظرفیت کاملا در ارتقای ظرفیت است خب اونا کسایی که میخواین تازه به کاربار شروع کنن چگونه مراجعه کنن سایت دارین یا یاد به دفترتون مراجعه بله. کنن چه معیارهایی را باید اینا داشته باشه بسیار خوب ما سایت هم داریم و فیسبوک پیج هم داریم که میتونن به همراه ما با تماس شون بیاین فرم آنلاین هم در این روزا بخیر آماده میسازیم که بتونن آنلاین فرم فیل کنن و بتونن با بسیار راحتی بیان همراه ما جوین کنن خب چقدر استقبال شده از این کارتان در مدت کمی که شما ایجاد کردین این شرکت از کدام لحاظ یعنی مردم جوانا و کسایی که میخواین تازه سرمایه گذاری کنن چگونه اینا رضایت دارن از این کار یا نه بله بسیار ما در فیسبوک پیج دهب وقتی که ما جور کردیم و کسایی که آمدن همراه ما همکار شدن عضویت دهب گرفتن بسیار شایق به ایشونن که در دهب عضویت داشته باشن و بسیار لایک و کامنت های خوبی را گرفتیم درباره ویو خود دهب که فضای بسیار صمیمانه دوستانه و فرنیچر که ما استفاده میکنیم استاندارد است فرنیچر بسیار عالی است از هر لحاظ ما کامنت های خوب گرفتیم در این شرکت چند نفر با شما کار میکنن؟ دو برنج داریم در برانچ که فعلا در تایمانیست 15 نفر و برانچ که در سرک هفت کارتیسی است 15 نفر کسا که با شما کار میکنن چه کسانی هستن؟ آیا این کسایی هستن که قبلا دنبال کار بودن و خودشان خواستن بیان سرمایه گذاری کنن و با شما جوین کردن و یا هم به گونه دیگه آمدن با شما یک جای شدن؟ کارمندای مختلف داریم که کسایی بودن که قبلا هم کار داشتن و بخاطر که ما فضای کاری را طور آماده ساختیم که کس فکر نکنه گوه رئیس است گوه معاون است یا کارمند خدماتی است همه ما تیم ورک داریم در تیم ورک کار میکنیم اینا رضاکار هستن و امتیاز هم دارن نخیر امتیاز دارن خب چگونه است راضی هستن از کارشون در شرکت بله بسیار زیاد راضی هستن و ما به یک پروسیجر مختلف برکنمشان داریم که به یک نوع تشویقشان میکنیم کسی که خوب کار کنه و کسی که حداقل نمیتونه خوب کار کنه باش تشویق میکنیم که موتیویت شوه و کارهای خوب بکنه حالا شما خدمات ارائه میکنین سهولت ها و امکانات ایجاد میکنین حکومت چقدر شما در این بخش و نهادهایی که مسئول هستن حمایت کرده؟ تا فعلا ما هیچ نوع حمایت از حکومت ندیدیم و دریافت نکردیم و امید از اینکه در آینده داشته باشیم حمایت اونا را خواست شما از حکومت چی است؟ خواست امید است که حمایت کنن متشبسین ها و شرکت هایی که همچون کارها را میکنن تا بتوانیم افغانستان از یک مرز از یک سایه به سایه دیگر تشکر از شما و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 55 پول، یک یورو 84 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 19 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1145 افغانی. هزار تومان ایرانی 16 افغانی و 20 پول و هزار روپیه پاکستانی 624 افغانی. تا چند لحظه دیگر. متوقف شدن 5 موتر نفتکش در هرات. کمیته نظارت شورای ولایتی هرات این موترها را به اتهام پرداختن پول محصول گمرک متوقف نمود.
کمیته نظارت شورای ولایتی هرات 5 موتر نفتکش را به اتهام نپرداختن پول مسئول گمرک متوقف نمود. رئیس این شورا میگوید که یک شرکت واردکننده نفت 5 نفتکش را به بهانه انتقال به نظامیان خارجی در کشور بی هیچ پرداخت مسئول وارد کشور کرده است، اما این مواد نفتی را به گونه به بازار سیاه به فروش رسانده است. در همین حال معاون والی هرات میگوید که هیئت ویژه‌ای را برای بررسی این اتهام‌ها گماشته است. این تانکرها که حامل مواد نفتی هستند از سوی کمیته نظارت شورای ولایتی هرات توقف داده شدند. اعضای این کمیته ادعا میکنند که یک شرکت وارد کننده مواد نفتی با بهانه وارد کردن نفت به نیروهای خارجی این مواد را از پرداخت محصول گمرکی معاف نموده است، اما این مواد را در بازار سیاه در هرات به فروش میرساند. دلایلی که چرا چند کانتینر از او تخلیه گردیده، بعد از بررسی همه جانبه طبیعتاً با متخلفین از او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رئیس مواد نفتی هرات نیز تاکید می‌ورزد که این شرکت وارد کننده نفت در سال مالی روان اجازه وارد کردن این مواد را نداشته است. به اساس مکتوبی که از ریاست عمومی مواد نفتی به ما آمده، برابر سوم و چهارم سال مالی 1396 بوده که اینا در وقتش به اساس مسائلی که در مکتوب ذکر نشده اینا را انتقال ندادن و حالا تازه شروع کردن به انتقال از این مواد. در همین حال مسئول اتحادیه مواد نفتی هرات میگوید که شرکت های بسیار با فروختن مواد نفتی که به هیچ محصول به بازارهای هرات وارد می شوند، دیگر وارد کنندگان مواد نفت را سخت زیانمند ساختند. تقاضای ما از ادرس اتحادیه مواد نفت تطبیق یک سال قوانین برای تمام سکتور خصوصی برای تجار است و جلو میجه خاری ها و اگر سوء استفاده و خاریگاه های برای سوء استفاده است قطعا به توسط ادارات دولتی گرفته بشه. رئیس شورای ولایتی هرات نیز تاکید می‌ورزد که نهادهای حکومتی در کار جلوگیری از عملکرد مافیای مواد نفتی بی‌پروا بودند. ما کتبی اسناد به لوی سارنگاری به جرایم سنگین سارنگاری جرایم سنگین و به شورای امنیت به سارنگاری ولایت هرات داریم، اما متأسفانه موضوع پیگیری نشد. سالانه صدها تانکر مواد نفتی از مرزهای کشور بدون پرداخت مسئول به هدف مصرف نظامیان خارجی وارد کشور می شوند. اما ادعاهایی وجود دارند که بخش از این مواد نفتی در بازارهای سیاه به فروش می رسند. برای گفتگوی بیشتر در این مورد قاری سلیمان مهمن رئیس اتحادیه ترانسپورت زون غرب با ماست. آقای مهمن خوش آمدین. روزانه چند موتر که ثبت راجستر اتحادیه شما باشه در مسیر هرات اینا در حرکت هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سنه دی مخ که دی طول نیوز نړیوال را دی تلویزیون ریدون که ریدون که تسلامونه اونی که هلی وړاندې کوم. زه داسې وایم چې موږ د ترانسپورتي په چارو کې یا هغه د موږ فعالیت ترانسپورتي فعالیتونه چې دي د موږ موټرداران موټروانان او ترانسپورتي شرکتونه له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ دي. تنها دا نه دي چې په ګمرکاتو کې مخ دي یا په بار راوړلو کې مخ دي یا په مسافر ترانسپورتي هغه ترانسپورتي شرکتونه چې مسافر بری دي په انتقال یا بارګیری د مسافرو کې له ستونزو سره مخ دي، او دا ټولې ستونزې موږ ته دولت پیدا کړي دي. که چیرې دوی وایي چې موږ دغه موټر ودروله چې دغه مالیه یې نه ده ورکړې او یا ګمرکي مسؤول یې نه ده ورکړې مملکت ته راورد سوي ضرورت هم دا یو سمبولیک شکل دی. په دې دولت کې فساد اداري اوج ته رسېدلی دي. هیڅ څوک د همدغه پیسو په خاطر چې قسم په یو نوع له انواعو څه له موټردارانو نه اخلي که بار بری دی که مسافر بری دی او که په ګمرکاتو کې دی، نه دا د موږ د موټردارانو کار نه دی. موږ بار راوړو له ګمرکه چې راوځي، که چیرې د موږ موټروان یا د موږ موټردار یا د موږ ترانسپورټي شرکت تنها مسؤلیت د بارګیری او د بارچلانی لري، د ګمرکاتو کار د کنټرول او د مراقبت کار د دولت دی. دغه ګمرکاتو کې فساد اداري بیخي په غوغا ته رسیدلې ده. په کانټینر کې یو رقم مالی موږ ټول اړوند ارګانو ته ویلي دي، وزارت مالیه ته، وزارت ترانسپورت ته، ترافیکو د کابل ته، ښاروالي ته، وزارت پایدامي ته، چې په موږ پورې مربوطېږي او د موږ لپاره باید خدمات ارزه کړي. موږ تجاران یو چې په دې ملک کې موږ ښه ترانسپورتي خدمات ارزه کړو. موږ د موټردار او موټروان په دغه شرایطو کې چې نه موږ سړک لرو، نه امنیت لرو، نه توقفګاه لرو، نه د موږ په داخل او خارج کې کومه حقه د حقوقو نه پاسوي، د بیا هم موږ دغه ملک خدمات ارزه کړي دي، بهترین موټر هم د ملک ته راوارد کړي دي، او په دې ملک کې موږ د هموطنانو په خدمت کې کړي دي چې باید موږ دوی ته خدمت وکړو، بار ورته راوړو، دوی انتقالو، باوجود دې چې موږ له
هر قسم مشکلات سره مخ یو ل امنیتی او نور مشکلات سره حتی تر دې پورې چې د موږ حادثات په ترافیک کنټرول دي سرک نه کې چې حادثه وسی موږ سر او مال کې ګودي موږ باربری او مسافربری موټر هم لمنځ دي بیا هم په اړوند ورګانو کې ترافیک هم خپل مسولیت د موټروان او د ترانسپورت په غاړه راچی سوراندوال او قاضي صاحب هم هغه ملامت غنی در حال کې چې حادثه تبعید هیڅ څوک لدین نه سیمون کړیدلی په نړۍ کې کیږي خو بیا هم باید د چا حقوق پایمال نسی خو موږ سره قانوني برخورد نه کوي اوس راځو ګمرکاتو ته ګوره ګمرکاتو کې راځم غي خبرتم ګمرکاتو کې داسې خبر د مال له ګمرک راوځي بازار ته راوځي هغه بیا موږ را انتقال کو بیا په لارې باندې سیار ګمرکونه راته جوړ کړی دي چې د مال قاچاقي دی د خو وروره کې قاچاقي دی تیم خوونی سپه سرحداتو کې او که په ګمرکاتو کې راوځي قاچاقي ځکه نه دی چې قاچاقي بیا د ګمر ډیر نه کیږي په ګمرکاتو کې په کانټینر کې چاکلیټ را بوروي د مثال را هغه کې دي چې پلاکو په نامه باندې مسؤلیت د مسؤل محصول کم پیراسی مالیه په کانټینر باندې کم راځي بار پرزوی د په یو بل شي په نامه باندې د خپل منافع په خاطر باندې ګمرکي خو چې کله د ما موټردار بار را واخیسته په کرای تر کابل پورې ونی وی یا تر هرات پورې ونی وی یا ایرتانو نه تر قندار پورې ونی وی بل ولایت د افغانستان ته انتقال او بیا په هغه صورت کې د را روان دی په لار باندې بیا سیار ګمرکونه ورته جوړ کړی دي بیا وای د مراقبت دی در حالی کې چې نه وزارت ترانسپورت د موږ له حقوقونه کما حق هو دی پاک کړی ده نه شاروالۍ موږ ته خدمات ارزه کړي نه وزارت پایدامې سرک راته جوړ کړی دی او بیا باوجود ټولو مشکلاتو ستونزو له ما نه مالیه اخلي له ما نه ټیکس اخلي دا کتابچه دی ګوزګوره دی هر باربری موټر په زرا او روپۍ تر اخلي کې و زرا روپۍ قانوني وي د یوې زرا روپۍ وړي شما فکر نمی کنین که تا زمانی که خود یک راننده ای برشان امیر فراهم نسازه و رشوت برشان نته اونا نمیتونن به زور نه هغه خبره نه ده راننده یا ډرایور چې په لارې باندې را روان دی هغه ته یو خب در موارد نه په یو تناژ بلند میرن به سرک هغه ګوره بیا دې چاکر ګوره دغه تم زرازم دی تناژ بلند موټر مخنیوي باید دولت وکي در حالی که چې د دې موږ تلې چې په لاین باندې دي دا ټولې چې اوس یې واګزار کړلې رئیس جمهور باندې کړلې دا ټولې له مافیا و سره وي که د حادثې مخنیوی دی که د تیزرانی مخنیوی دی که د بلنتناژ مخنیوی دی که د نورو د دفع د دولت پورې دی دا ترافیک څه کوي د وزارت پایدامه څه کوي دغه ګمرکاتو کې چې غوغا سوې ده داسې نه دی چې دوی پې خبر نه دي دوی یک راننده در ای قبال چې د راننده مسؤلیت ده دی چې دای بار را انتقال کا کچیر طبعا موږ داسې موټروانان لرو چې هغه به ډیر مال را باره یي بلنتوناژ موټر به یعنی 50 به دوی باتیا ټونه راوړي یا داسې موټروانان لرو دا اوس په حالت چې بارم په موټر کې پروت دی مسافر هم روان کړی دی دوه ټونه بار را چولې دی او په موبایل کې مسافر هم ناست دی مسافر بری موټرانو د دې مخنیوي باید دولت وکړي داسې نه دی چې هغه زه وکم دولت هیڅ شی نه کوي دولت خبر دی خو ځان نه خبري ولادې ګمرک په غیر قانوني اجراتو خبر دی د ترافیکو خبر دی د وزارت پایدامي خبر دی اوس ګوري تاسو ګوري دا د موږ پلونو پل چکونه خراب دی تیر وختو کې موږ وویل ابل د تاسې کارمندان راغلی وغوی ته مموویل چې موږ سړک نه لرو پلچک خراب دی کوي وا وره وسره باربری او مسافر بری موټر دریږي خودی قرار پراته دی هیڅ شای نسته ما دی رئیس جمهور او د رئیس اجرا استر غوته خوري ورپاشي دوی هغه ته وایي چې خیر او خیرات دی زله دغه تریبیون لاره غاک په کوم چې خیر او خیرات نه دی ملک له تبایی سره مخ دی نور موږ په دغه ملک کې سرمایه گذاری کړی دا دې تر رسیدلی چې دا سرمایه پرې دوله دی ملک ولر زه کوم له دولت ته ډیر نه کړم پیغام چې خاط بوت ګورئ ورځ په ورځ به ملک د بحران خواته ځي ورځ په ورځ به ملک د اجناس به قیمته کیږي ځکه که ترافیک له موږ پیسې اخلي که پولیس اخلي په یو بل نامه که د ګمرک په نامه له موږ پیسې اخیستل کیږي دا ډرایور له جبه نه ورکوي دا بیرته له تجار اخلي تجار بیرته په مال باندې وراچي در حالې کې چې ټول کنټرول یعنی موږ د څه خدمات د ترانسپورتي چې دی که سړک دی که ترافیک دی که وزارت پایدامه ده مالیه ده ګمرکات دی پلانای دی د ډرایور کنټرول دی د ترانسپورت کنټرول دی د اډې کنټرول دی پرهم کېدل دی د خدمات د ترانسپورتي د ټول د دولت په غاړه دی در حالې کې ګوره ما نور ملکونه هم لیدلي تاجکستان ته تللی یم هند ته تللی یم نور داسې ملکونه شل 15 ملکو ته ما خپله شخصا سفر کړی څو ورځې مخکې زه په هند ته تللی وم ما چې ولیده له ډیلي نه زه ولاد د هند ته ولاړلم په یوه موټر کې کېناستلم یو بس موټر یاو جوی فقط دومره ودرې د چالانې ورکو واسکر راغله کامرای ونی ول بیا حرکت وک بیا د موږ تر خپل مقصد په و ساتو کې موږ چاو نه درولو نه نه اسکر و درولو نه ترافیک و درولو نه کومه بل قصه سړک په تمام امکانات د ترافیکی باندې عیار و نو اډي ورته پرام کړی وی جنجال چرا با وجود اینقدر که شما شکایت ها کردین و چندین بار آمدین و صدا بلند کردین چرا کو توجه نمیکنه دا اوس په حال موږ ورتوایو د غوز ګوره د موږ مشران درولي له هرات له قندار له نورو جوونه د موږ
وړه موټران چې کوم باربری را چلیږي او بارونه راوړي دا د دکاندارانو مال دی پنځه دی پنځه کارټنه دی و دکاندار دی لاس دی بل دی شل دی بل دی پنځه لس دی بل دی دا پټی دی ګمرکی نه لري خو چې کله موږ را جمع کړل په موټر کې مرابر کړ بیا له ایرات تر کابل یا نیمروز تر کابل یا لقندار او یا داسې له جلال آباد او له مزار شریف په لارو کې اته سو جای دوی په نامه دی ګمرک او مراقبت سوار باندې جایونه جوړ کړي دا ځکه کوم ته پټه دی ګمرکی نه لري بیا که پیسې ورکړلې څلور زره درې زره پنځه زره شپږ زره بیا خیر او خیرات دی که اتیا ټونه موټر را بار کړي او قانون کې د تشپېته ترونه اجازه و خدای جرم دی خو کچېرې له خیر سره ترازو ته پیسې ورکړلې بیا هیڅ مشکل نه ست چې دغه سړک چې د موږ ټوکر ټوکر سه او اوس جار جار سوی دی دا د بلنتوناژ موټر رو خراب کړ دا د وزارت پایدامي نه کنټرول وو او دغه ترازوان ټول مافیا و سره وو موږ د خپل چیغه جګه کړې ده کچېرې رئیس جمهور رئیس اجرایه اړوند ارګانونه د موږ په چیغو باندې د موږ په مشروع قانوني خواسته او توجه ونه کړي نه کچېرې داری ور د موږ مشکلاتو ته دوی غوږ ونیسي موږ خپل اضافه چینه غواړو موږ قانوني اجراءات غواړو کچېرې د موږ د خپل حقه حقوق او د قانوني اجراءاتو غوښتون کیو او د موږ قانوني حقوق څوکرانه کی موږ خپل موټران ودرو ځکه موږ مجبور یو ځتی په دغه مشکلاتو سره چې موږ مخ یو نور موږ ترانسپورتي فعالیتونه نه په داخل او نه په خارج د مملکت کې کولای سو تشکر از دوستان برنامه خواهش در پایان برنامه مرور داریم بر فشرده خبرها سهم درآمدهای حکومت از بخش‌های مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته به علت آوردن اصلاحات در این بخش افزایش یافته است. بر بنیاد آمارها در درآمدهای سال مالی 1396 606 میلیارد افغانی از بخش مالیاتی گردآوری شده است. شماری از جوانان تلاش دارند با آوردن نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی درآمد مناسبی را از این بخش به دست آورند. شرکت خدمات و مشوره‌دهی اساره یک سال پیش با هدف ارائه خدمات بازرگانی و مشوره‌دهی برای بازرگانان کوچک و میانه تر و دیزاین برنامه‌ها و ساخت مبل و فرنیچر از سوی شماری از جوانان ایجاد شد و توانسته است رشد خوبی نیز داشته باشد. شرکت برشنا میگوید که از 6 ماه بدین سو این شرکت از خطر سقوط مالی که با آن روبرو بود بیرون آمده و اکنون ماهانه 100 میلیون افغانی درآمد خالص دارد. رئیس این شرکت میگوید که هنوز هم بدهکاران این شرکت میلیاردها افغانی بدهی‌هایشان را نپرداختند. معاون نخست رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صلح شامل این بدهکاران هستند. رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد میکند که در برابر باز شدن بازارهای چین بر روی شرکت‌های فرانسوی، چین میتواند سرمایه‌گذاری‌هایش را در فرانسه افزایش دهد. سپاسگزارم از همراهیتان این بود بازار امشب تا برنامه بعد خدا نگهدار.